دو وقت شما بخیر و این پس از خبر خوش آمدید شعار آموزشی امسال معارف برتر آینده بهتر انتخاب شده است اما امروز رئیس جمهور افغانستان وعده های تازه سپرد استخدام 11 هزار معلم جدید آموزش 100 هزار معلم تا مقطع لسانس و 75 هزار معلم تا سویه فراغت از صنف چهارده در پنج سال آینده تجهیز نزدیک به 1300 مکتب و وصل آنها به فایبر نوری و امکانات اینترنتی، توزیع و فراهمسازی های درسی بر تمام دانش آموزان و, و بهبود کیفیت دروس در مکاتب از جمله ها، از جمله وعده های درشت رئیس جمهور به حساب می‌آید. آنچرا که امروز وعده سپردن پرسشی که به میان میه این وعده ها با چه پولی و از کجا دقیقاً جنبی عملی به خود خواهد گرفت بعد از گزارش روی این مهم بحث خواهد کرد به همه والیان و مسئولین محلی ادایت داده میشه که در توضیح شهرک و نمر... نمرات رعایشی معلمین اقدام عاجل نموده و در ظرف شش ماه از توضیح یک یک نمره زمین به هر معلم به ما اطمینان پنج سال پیش رئیس جمهور پس از نواختن زنگ مکتب برای هر معلم در سر و سر کشور وعده داد تا یک نمره زمین را برایشان توضیح کند اما تاکنون خبری از توضیح زمین به آموزگاران نیست حرفهایی که به با باور این آموزگاران جز فریب چیزی دیگری نبوده است اما نور یو رسمی دولی استاد از مکور کول هغه ته پور کول هیچ شی داسې رسمی سند پر اساس باندې نه در کورس وعده هایی را که برای معلمین در هر سال در نواختن زنگ مکتب وعده حداقل سی درصد این وعده عملی شود هرچند در جریان سال گذشته زمین های مربوط به آموزگاران از سوی وزارت معارف و استادان نمایش داده شده اما تا کنون نتوانستن نمرات خود را به دست بیاورند وعده های رئیس به جمهور فقط در پشت سر مایک های است و برای رسانه هاست ها تا امروز و وضع معیشتی معلمین کدام تغییر نامده باز هم رئیس جمهور غنی سال گذشته قول داد تا 6000 مکتب در جریان یک سال اعمار شود. 6000 مکتب کم بوده ان شاء الله تعالی تکمیل میکنیم با وزیر صاحب انکشاف دیات محترم کریمی صاحب در این خصوص هدایت دادیم و 200 میلیون دلار بر از اختصاص داده شد. تا کنون مکتب های وعده داده شده اعمار نشد و فقط چند ست مکتب در حال اعمار است. یک اندازه چالش اما انگی با وجود آمد اما الحمدلله مشکلات تا حد زیاد حل شده و اکنون و شما هم بطنان عزیزم گفتم میتانم که کار ماره یک مکتب ادامه دارد و در چند روز آینده شروع می شود. در حال حاضر در بخش های از کشور به شمول پایتخت دانش آموزان در فضای باز درس می خوانند و حکومت در 18 سال گذشته نتوانست است این وضعیت را به گونه کلی تغییر دهد قابل یادآوری می دانم که همکاران ما کوشیدند تا در این پس از خبر وزیر معارف کشور را داشته باشیم اما مسئولان دفترشان گفتند که ایشان مصروفند امشب و نمیتونند در این برنامه شرکت کنند سپس مراجعه کردن همکاران ما به سخنگوی وزارت سخنگوی وزارت هم حاضر نشدن در این برنامه حضور یابند مشاور رسانه‌ای وزارت معارف افغانستان هم وعده که قرار بود بسپارند را نپذیرفتن و دقیقا گفتن که ما اشتراک نمی کنیم در این برنامه اما پرسش اینجاست که به پرسش هایی که در این برنامه به میان خاتمه و در اسحان عمومی خواد چرخید کی پاسخ دهد؟ سخنگوی وزارت حضور نیافت وزیر معارف مصروف حالا چه کسی باید به این پرسش ها پاسخ بدهد؟ آقای زلمه زابولی عضو مجلس عضو مشرون جرگه هم یا مجلس سنا هم در این برنامه دعوت شده بودند که تلفنشان تا هنوز خاموش هست و همکاران مومی که حداقل ایشان را داشته باشیم اما جناب شمسال حقانی و اینجا با ما هستند خیلی خوش آمدین شمسال شمس حق, حق شمس الله حقانی شمس خیلی خوش آمدید ممنون از شما همکاران چیزی که برای من شما را دادن ممنون از اینکه حضور یافتین می خوام بحث را از اینجا آغاز کنم جناب حقانی با شما که رئیس جمهور افغانستان وعده های تازه سپرد این وعده ها چقدر امیدوار کننده هستند بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات و خدمت شما و تمام بیننده های تلویزیون شما رحمت خدا با شما اول خو سال تعلیمی پیش روی که امروز زنگ زده شد از طریق رسانه شما به تمام کافی ملت رنجیده افغانستان این سال پرمیمنت تبریک میگم از خداوند از زوجل توقع و دعا دارم که در این سال انشالله در این سال صلح و صفا و سمیمیت چتر خدا در کشور جنگزده ما در یک کشوری که هر لحظه خبر از انتها و انفجار است ان شاء الله چتر صلح خدا بندازه و مثل تراوت بهارانی سرسبزی و شادابی به تورنگ امیدواری حالا وعده های تازه رئیس جمهور چقدر امیدوار کننده است امید در زمان میشه که جانب مقابل یا کسی که وعده دهنده است آدم سر از او مطمئن بوده باشه که شخص در قول خود در گفتار خود و در عمل خود صادق بوده در این وقت انسان میتونه کمیتوار بوده باشه و اگر خدای نخواسته شخص مقابل یا کسی است که سالها وعده کردن شما شنیدین دیدین از تمام رسانه های دست جمیع افغانستان حتی به نشر رسید رئیس جمهور در ظرف شش ماه برای تمام معلمین افغانستان وعده های نمره های رهایشی دادن و برشان ماش بلند وعده دادن و همچنان چند موضوعی را که به زندگی و معیشت معلمین ارتباط داشت دادن متاسفانه بعد از سپری شدن دو سال و چند ماه از کاسی صبر معلمین افغانستان لبریز شد بالاخره در رأس استادان لیسه حبیبیه تحسن گسترده را که تمام ولایت های افغانستان تقریبا 22 ولایت افغانستان با ما هماهنگی داشتن یک تحسنی را بنا انداختیم تقریبا ظرف 40 یا 45 روز ما از درس کنار رفتیم شاگردا درس نخوندن نتیجه نتیجه اینمی بود که بالاخره هیچ بالاخره هیچ چرا هی؟ چرا را خب باید امروز مسئولینی که شما دعوت کرده بودین اونها او تشریف میدادن. ناوردن پاسخ به شما چی بود؟ خب امید تشریف ناوردنشان خودش حکایت از این میکنه که اینا چیزی ندارن وقتی که چیزی ندارن مجبورن که میزهای خالی و چوکی ها را خالی بگذارن تا پیش روی ملت و پیش روی معلمین عزیز افغانستان اما چهرهشان دوباره مکررن تکرار نشد با پوزش واقعا وزارت معارف افغانستان چیزی برای گفتن نداره سخنگوی این اداره گفته که به برنامه تشریف نمیارن وزیر معارف افغانستان هم مصروف بودن اما پرسشی را که آقای شمس مطرح میکنن جناب حقانی این که مطرح میکنن واقعا اینها چیزی برای گفتن ندارن تا پاسخی باشه برای جناب حقانی بفرمایید. واقعا ندارن اگر میداشتن من یک معلم هستم اگر در مصنفی که داخل شوم، آمادگی برای درس جدید داشته باشم و سر خود حاکم باشم که بتانم این درس در ذهن شاگرده طوری که لازم و شاید و باید هست برشان برسانم مجبورن شوقن افتخارن داخل سن میشم و درس خود میتم به خاطر که مطمئن هستم به درس خود به گپ خود به مو چیزایی که میکنم اگر اینا هم مطمئن میبودن به وعده های خود و گپ هایی که داشتن امروز ای چوکی اینجا خالی نمی بود واقعا اینا چیز ندارن چشم ندارن روی ندارن پیشوری معلمین افغانستان معلمینی که چراغ جامعه را روشن می‌سازند بر از اینان چیزی ندارن حالا شما را خاموش. جای و درد است حالا بخییدشون این است که معلمان جامعه را روشن میسازند، اما مسئولان معلمان را خاموش بالکل موافقی؟ کاملا موافق است من یک چیز دیگری را میگم شاید اکثر علما و دانشمندان به نظر من موافق باشند علم است که دامن جهل بر می‌چیند علم است که دامن جنگ بر میچینه علم است که دامن تمام بدبختی ها را میچینه پس این علم توسط کی و بالای کی رسانده میشه توسط معلم به شاگردها رسانده میشه معلم عزیز افغانستان من یک معلمی را میشناسم عالم شاید صدای مرا بشنوه قسم خورد و در چشمش اشک گری خورد گفت که ده رو داشتم پنج رو پیش از کوته کمپانی دادم تا کوته سنگی در ملی بس و پنج رو پیش دادم که تا حبیبیه رسیدم و آل قسم میخورم که ما ده افغانی ندارم پس تا خانه برم معلمی که جامعه را مرفع میسازن معلمی که رئیس جمهور در زمان کمپاین خود ادعا میکرد که ما معلم هستم معلمی که سرنوشت اینها را به وزارت و بریاست و به اینجاها گشان اما امروز تنفس معلم تباشیر طفلش که میده و تا جیب پدر بکاوه که در جیب معلم عزیز چی هست جز گرد تباشیر و متوتر تباشیر چیز پیدا کرده نمیتونه ظلم نیست در حق معلمین افغانستان جفا نیست در حق شاگردان افغانستان باور بکنین من حیث یک جوان با استعدادی را برای شما میگم من معلم دیدیم قبل ازی که دستان بره دراکت خود گپ میزنن پرسان کدم چرا از فقر و اقتصاد خود برام قصه کرد واقعا من که تا سن می رفتم همی گپاش دمی ذهنم دور میخورد معلمی که فقرش و دادی بدادیش تا سنف او آرام نمیتونه برسانه شما چه توقع میکنید؟ اگر از من تو سوال بکنین که چه میخواین شما؟ به این سوالم خواهم رسید اما پرسش را مواردی را که اشاره کردن این را اگر به عنوان یک پرسش در نظر بگیریم پاسخ این پرسش ها را کی باید بته و چه باید بته؟ و اینجا کی باید حضور داشته باشه و حضور باید می داشت که به این پرسش ها پاسخ میداد. سخنگوی وزارت معارف حاضر نشدن که به این برنامه تشریف بیارن جناب زلمه زابولی عضو مجلس سنا هم وعده سپرده بودن اما با تاسف که تلفن های خود را خاموش کردن و حضور نیافتن اما جناب حقانی می روی مکاتب بپیچیم رئیس جمهور سال پار وعده سپردن که 6000 مکتب ایمار خواد شد در دو سال فکر میکنید چند مکتب بیمار شده تا کنون؟ هایی که من از جناب رئیس جمهور و کسانانی که وعده میتن در رسانه ها من فکر میکنم که این وعده ها جز خوش ساختن ذهن خالی و همچنان خوش ساختن معلم بیچاره دیگر چیزی نیست شما خوب دقیق تر من حیث میدیا و مدبات افغانستان که حقایق افشا میکنین شما خوب میفهمین که به هیچ وعده عمل نشده و در راستای اعمار و تعمیر مکاتب هم قدم های رکینا وعده دادن که بگذارن او قدم نگذاشتن حتی را نگذاشتن؟ حتی دلیل در چی میبینین؟ دلیل خو خوب است که خود از اونا باید جواب بدن که امروز آذر حاضر آزر نمیشن اینجا که حاضر نیستن اینا حاضر نیستن دید شما لیکن من دیدم که به توجه از اینها نسبت به معارف و ندلسوز بودن اینها برای معلمین افغانستان نداشتن دلسوزی برای اطفال افغانستان کاملا دروغ است که چند دانه طفل معل... طفلی که ترانه میخوانن با زور دبغل میگیرن گلی را به عالی آ... جنابان میتن و اینا رو دبغل میگیرن که ما نوازش میکنیم نوازش جسمی انسان تا نوازش روحی و روانی که توسط علم صورت میگیره او پایین تر از نوازش روحی و روانی است باید روح و روان معلم و شاگرد نوازش پیدا بکنه پس مکاتبی که وعده داده شده بود ایمار نشده کاملا نشده در کجا شده چقدر شده چقدر قدر نایسای دارن خود رئیس جمهور در بیانات خود امروز گفتن که ما او قدری که وعده کرده بودیم که باید مکتب می ساختیم نتونستیم بسازیم پس اگر وعده ای میشه به اساس یک برنامه ریزی میشه در جایی نه. حالا 6000 مکتبی که وعده داده شده بود حتما بودجه این هم در نظر گرفته شده بود حالا رئیس جمهور میگه کوتا آمدیم از این بابت چرا پیش از این که وعده داده فکر نمیشه در مورد پولش ببینین سال قبل سال پار هنگامی که جناب رئیس جمهور زنگ مکتبه می زدن و همچنان در روز معلم گفتن که ما مشروط مانده ایم ما مشروط به او شاگرد می که در مضمون ناکام میشه بعد از ناکام شدن باز یک چانس برش داده میشه تا در مایهود باز آمادگی بگیره تا امتحان بده رئیس جمهور خودم مشروط خطاب کرد من من حیث معلم براش گفتم که خیر وقتی که مشروط ما تا را تا مایهود وقت میتیم آمادگی تا کامیاب شدید اما اجازه بتیم که پاسخ شد. این مهم را که واقعا پارچه رئیس جمهور را پس این که هود هم گذشت حالا چند نمره میتین پس از وقفه داشته باشم از شما برمیگردیم در این پس از خبر البته در ادامه این پس از خبر به وعده های رئیس جمهور غنی در آغاز سال تعلیمی جدید که امروز داده شد بار دیگر میپردازیم قابل یادآوری بیدارم که آقای زابولی را دعوت کرده بودیم اما تلفنشان خاموش هست هنوزم و چوکیشان هم اینجا خالی سخنگوی وزارت را هم وزارت معارف را دعوت کردیم که حداقل روی آنچه برنامه ایشان هست برای معارف افغانستان یا نظام آموزش و پرورش کشور بیاین سخنان خود را شریک بسازند و پاسخ جناب حقانی که به عنوان یک آموزگار اینجا آمدن و شکایت های خود را و گلایه های خود را شریک می حداقل به اینو پاسخ داشته باشند با که نماینده از وزارت امور افغانستان نداریم جناب حقانی حالا پارچی رئیس جمهور رئیس جمهور گفته بود که شما بیاین در آخر کار حکومت ما بر پارچی ما نمره بدین شما هم رئیس جمهور را گفتین که از نقل قول کردین گفتن ما مشروط ماندیم تا وقت دادینشان حالا که حمله است پارچه رئیس جمهور چند نمره میده اگر از حقیقت نگذریم باید از صد چند نمره میده قلم سرخ باید گردش خط کشید با قلم سرخ چرا که نتونست وقتی که یک شاگرد می پیش روی معلم باید آمادگی سوال های گذشته خود داشته باشه تا کامیاب شوه باید خوب ارائه بکنه سوالات جواب شما سو دیدین که نداشتن چیزی برای جواب حتی متاسف هستم که امروز نماینده ملت که از اعماق ملت خود را اینها نماینده میبینن امروز در مجلس موضوع ندارند در این حلقه خیلی چند استم. نمرا میتین. خیلی متاسف هستم کسی که خود را نماینده ملت میدانه تلفونش که شما گفتین حتی تلفن خود خاموش کرده باید میامدن یا در کنار ما استاد میشدن یا از گپ پای ما تقدیر میکردن یا در کنار شما میبودن یا در کنار رئیس جمهور حالا حلقه حد اقل در این حلقه سرخ چند نمره جا داره؟ از ست از ست نمره کسی که پارچه را حل نکنه نمره ناکامی از این پایان در از شانزه پایین بله. در سالانه از 40 پایین از پایین بله شما چند نمره می کنید؟ یک سی نمره برای شاید کفایت کنه. سی نمره سی کفایت, کفایت کنه کفایت بکنه اما که شما مقامش مد نظر گرفته شود و اگر نه لیاقت سینمرام برش داده نمیشه کار ارزش نداره؟ چه کار کرده نه؟ چه کار کرده کار شما که برای کار کرده؟ افغانستان, تو فکر, افغانستان تو فکر میکنم که شما کار کرده دیدین من که معلم استم من کردیم. معلم استم 20 سال میشه ما 20 سال ما از زمان معلم استم که نه کرده بودم حال صاحب هشت اولاد استم و همه اولاد ما فارغ استم دوازده است من کار تا ما از زمانی تقدیر میکنم که معلم مرفع بوده باشه خود وزیر سب معرف راجع به سخنگوی وزیر معرف گفتین چندین مرتبه در میز در میزهای گردی که ما در تلویزیون ها داشتیم سخنگوی وزیر معرف بوده قبل از او برای گفت اقانی صاحب فکر باشه که که ما جنجال نکنی یعنی طور بحث بکنی که از چه برای از این گپایی می... که در پشت میز است مزی خوب وزیر معارف امروز بار دیگر پیشنهاد کردن در من وزیر معرف که... نمیگم من وزیر معرف نمیگم من از زمان فاروق که قسم میکنم از زمان کبیر حق ملگم میزنم از زمان های سابقه را ما بحث داشتیم تا به امروز این وزیر صاحب معارف مسکینی خود نو آمده و تا به حال نتانسته که از سرپرستی خود به مقام وزارت برسانه سرپرست وزارت اصلا او را صلاحیت سرپرستی برش داده شدن نه صلاحیت اصل وزارت که او در تقرار و تبدل و دیگه پای خود آشکارانه عمل بکنه بر از او قدر که سرپرست تا وزیر برحال از زمین تا آسمان فاقد فهم میده. صلاحیت است کاملا فاقد صلاحیت از نگاه قانون هم سرپرست وزیر تا وزیر برحال تا وزیری که سرپرست نیست صلاحیتش تعریف شده حالا سه ماه مهلت داده شده به اداره شهرسازی افغانستان یا وزارت شهرسازی که طرح خود را به خاطر ساختن مسکن به معلمان کشور ارائه کنه فکر میتونید این طرح به کجا خود رسید منم هم میفهم که در سوال شما خنده کنم یا خاموش باش این را بعدا تصمیم بگیرین اما آنچه را رئیس جمهور امروز که باردس... من میگم خنده بکنم چرا به خاطری ای که این وعده ها را قدر شنیدیم هقدر شنیدیم که دیگه نمیخوایم بشنویم میگه پاره اگر سوانه استاد شمس الله حقانی را مطالعه بکنین هر ورقش نشته است که باید نمره داده شود نمره داده شود نمره داده شود نمره داده شود شاید کل سوانه ما پر شود نمره داده شود هر وزیر گفته که نمره داده شود به خاطر چی دادن به خاطر که یک معلم هستم 20 سال میش استاد هستم و معلول هستم با وجود معلولیت ما استاد هستم با وجود معلولیت ان شاء الله اینجا نیست که پشت مایک شما یه گپ بزنم او درس و ابتکار و او با احساس درسی که استاد تفسیر میده که من فکر نمی کنم که اکثر مردم او را بتن با احساس درس میتم وقتی که یک معلم معلول با احساس درس میده و در این کشور و اکثر وقت باور به خدا بکنن میرنجم به حالت جوانای فیلی کشور میرنجم امروز مگه سخنرانی داشتم برنامه تلویزیون شما مجامله بود برنامه نهالشانی بود بحث داشتم سر کیفیت درس و تدریس از کیفیت یاد کردین حالا نصاب درسی معرف افغانستان واقعا با کیفیت است؟ ما خیر اگر بگوین چرا؟ ما پاسخ دارم در کشوری که از هر سو بیادالتی و فساد موج میزنن از هر طرف از در و دیوال از این فساد و بیادالتی موج میزنن باز اونجا یک چیز دیگر هم اضافه بکنن به نام شاگردمهوری شاگرد محوری یعنی چی؟ تعریف شاگرد چیست؟ شاگردی که نام خود نشته نمی‌کنن، شاید ظلمه به زوی نشته کنه تاربت به توی نشته کنه او را میگن که شما امکتش هم همکاری بکنین سر شاگرد فشار نبیارین خشن نرین این نکنین اون نکنین رئیس جمهور به بس... این مهم امروز اشاره کردن دقیقا چه گفتن؟ دقیقا امین که شما نباید با شاگرد خشن برخورد کنین چه کنیم شاگردار سر شانه خود بشانیم شاگردی که درس نمیفهمه غیر حاضری میکنه تا آخر سال ده نمیه ده مستر شونای خود بشونیمش ده کجا ببریمش من میگم مو شاگردی که درس نمیخونه با او شاگردی که درس میخونه او شاگردی که بد اخلاق است با او شاگردی که با اخلاق است خدا و پیغمبر و شریعت میگه ده بینزی باید, باید تفکیک شه هیچ قانونی بالاتر از شریعت وجود نداره خود شریعت مبنا و روشن کننده تمام جوامع انسانی و اسلامی است امروز محسا شما دیروز اینجا بیزه داشتین شهید شده قانون حقوق بشر میخیزه میگه گیر شما ادام نکنین قرآن میگه ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب شما در قصاص برای شما زندگی است اما حقوق بشر میگه ای بشر است اگر این بشر هست پس او کسی که کشته شده بشر نیست اما باز هم بیایم به نصاب تعلیمی یا تدریسی مکاتب آیا نیاز است که سمنک در جوش حنا ببندید عروس چگونه خانه شوهرش بره تخت تا شب زفاف در یکی از مزامین صنف دوازده درس داده شود شما احساس مرا خوب سر آوچ میارین جناب جوان عزیزم من متاثر میشم من حیث استاد تفسیر من متاثر میشم که یک دختر جوان یک دختر جوانی که از شریعت فارغ میشه دین نمیفهمه یک بچه جوانی که سنف دوازده فارغ میشه پیغمبر و خدای خودا نمیشناسه یک شاگرد جوان قرآن رو نمیفهمه تفسیر رو نمیفهمه وری هر لحظه اگر ما سرش فشار بریم ما به نام خشونتگر حساب میشیم بیاییم واقعا من از طالبا دفاع نمیکنم. جوانان امروز با جوانانی که زمان طالبا بود ما یک بحث داشتیم راجع به جوانان امروزی از یک جوان پرسان کردن که زمان طالبا جوانی تو چه قسم میگذشت گفت نه میدیا بود نه تلویزیون بود نه سریال مزخرف بود نه هنا بیاری نه دیگه بیاری نه دیگه بیاری همه ما مفکوری ما درس خواندن بود پس شما موافقین با اون نظام نه موافق نیستم اما با طرز دیدی که راجع به جوان داشت که باید درس بخوانند و موفق در, در کجاست این در اینجا در اینجا در اینجا اجازه بده که من میرم توجه کنم دقیق که دقیق کدام دقیق سوی تعبیر ده. نشه که من طرفدار حکومت طالبانیزم هستم من طرفدار حکومت طالبانیزم نیستم اما بعضی خوبی‌ها خود داشتن یک خوبی شانی بود من معلم بودم از روزم در لیسیه بیبم استاد بودم من سال 1379 استاد هستم و او زمانی بود که ها حکومت داشتند بر ما طور صلاحیت داده بودند که شما ما از شما ارتقای ظرفیت و استعداد زیادوس شاگرد نمیخوندن به مکتب نمیرفتن حالا میرن حالا آره میرن بله ما بحثو می نیست که ما طرفدار کل گپویش هستیم ما بحث اینطور میکنیم که این میتود درسی که امروز روان است و نصاب تعلیمی که امروز روان است خوب میفهمین خوب شاید سن هستین درسشان و تعلیمشان. امی خوشحال آصفی که امروز مسئول تلویزیون شماست شاگرد ماست این از اون زمان شاگرد ماست و یک روز مرا به نام استاد یاد میکنه من میگم بیاین مثل که خودت گپ گفتی که حنا بیارین من من, جوان دیدن. دیدن. من یک جوان دیدم 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 میره دیدم من یک جوان با مسئول من یک جوان من بیاین یک جوان مسئول بیناله دمی هر مکتبی را که شما انتخاب بکنیم که امروز هر مکتب از خود یک کمپاینر را داره که ما خوب میدرخشیم یا شخصی باشه دیگه بچی صنف دوازیش استاد که از این اسلامش پرسان کن بچی... از زعف وجود داره زعف وجود داره پس نصاب باید چی؟ در نصاب وجود داره ما را به حنابیارین چی؟ ما را به سمنک چی؟ بگذاریم که جوانای ما رشد ذهن علمی اسلامی و فکر مطالعه پیدا که این مزخرف باید بیرون کشیده اما چی میخواین؟ در مقابلش یک استاد در مقابلش ما یک روز انتقاد داشتم و شما در تلویزیون شما در تلویزیون هم این برنامه مرا پخش کردین ما درد داریم درد ما چیست ما گشنگی رو تحمل داریم بیچارگی را تحمل داریم اما معلمی که بکرا تا حبیبی میاد درس میتو را تحمل داریم و الله معلمی قصه کرد گفت که من سر زناخ بچی خود بسته کردم من پول فیز دکتر نداشتم او را تحمل داریم اما این تحمل نداریم که در کلتور و فرهنگ دینی ما دست داده شوه و ایوازی که ذهن جوان اسلامی مطالعی دینی پرورش شود بر و سمنک و چی و چیزا مد نظر گرفته در نصاب تعلیمی باید شما گفتین از ما بپرس که چی میخواین خیلی کوتاه چی میخواین من از شما طور میخوام بر معلمین عزیز افغانستان ای از, از حکومت افغانستان از میخوام که شما این صدا را پخش بکنین من حیث مسئولین من حیث جوان آگاه افغانستان که در پشت می صدا را نکاس میتین از شما اینطور میخوام که به کیفیت تدریس توجه شود معلم با احساس از معلم خو برده تفکیک شود شاگرد بداخلاق اخلاق با شاگرد بااخلاق اخلاق تفکیک شوه اینطور نشه که او شاگرد با اخلاق و با اخلاق چون شاگرد محور است در دو جق قسم دیده شوند. از شما را میخوام که یک یک تمایز یک فرق بوده باشه در بین خوب بعد و همچنان در کیفیت تدریسی صورت بگیره و راجع به معیشت معلمین افغانستان برای پلیس ماشش بالا میره ما چه نداریم مشکل نداریم برای سارنوال تا 90 هزار و چقدر برای قاضی تا یک و چند هزار افغانی ماش داده میشه بازم اکثر قضات احترامی که برایشان دارم بعضشان با اون معاشم انوسم در فساد آغشته هستن و فساد میکنن معلم عزیز افغانستان 7000 ماش داره این کجا عدالت و انصاف است این کدام جای دموکراسی است ای کدام جای قانون بشر است ای کدام جای عقل و منطق سلیم انسانی میپذیره که یک اسکر دوازده زار، سیزده زار ماش داره و یک معلم عزیز افغانستان که تباشیر حلقوم و دهن و ذهن و بینیش گرفته او هفت افغانی ماش داره ای کدام جای منطق است ای کدام جای حقوق اسلامی و بشری و انسانی است تشکر میکنم لطف کردین آقای شمس الله حقانی از یک تشریف آوردین در این برنامه جناب زلمه زابولی را هم دعوت کرده بود. تا آخرین دقیقه یا تا آخرین دقایق هم چوکیشان خالی مانده و دعوت کردیم از خانم نصحت سخنگوی وزارت معارف افغانستان ایشان هم تشریف نوردن اما پرسش هایی که پی هم مطرح شد در صحبت های آقای حقانی این پرسش ها را کی باید پاسخ بده تا درود دیگر بتن.